آموزش خرید میزبانی وب از پورتال سازیما. پس از ورود به پورتال سازیما.com بر روی منوی خدمات سرویس هاستینگ کلیک کرده و یا بر روی خدمات هاستینگ و زیرمنوهای هاستینگ ویندوز، هاستینگ لینوکس، خدمات جانبی هاستینگ مانند میزبانی ایمیل کلیک نمایید. سرویس هاستینگ میزبانی وب شما می باشد و تمام اطلاعات مربوط به طراحی وب شما در آینده و یا ایمیل های شما از طریق میزبانی وب سرویس داده می شود. پس از کلیک بر روی هاستینگ، گروه سرویس هاست خود را انتخاب کنید. هاستینگ لینوکس، هاستینگ ویندوز و اگر از همکاران ما هستید و قصد خرید سرویس نمایندگی هاستینگ را دارید، برای نمایندگی هاستینگ. روش خرید کلی سرویس ها مشابه می باشد. ما بر روی هاستینگ لینوکس کلیک می کنیم. پس از کلیک بر روی هاستینگ لینوکس، شما وارد تعرفه ها و امکانات سرویس هاست لینوکس سازی می شوید. اما دو تا مشاهده میکنید مقایسه پلن های هاستینگ لینوکس در این بخش نمایش داده میشود. نام پلن ها، مقدار فضای هاستینگ، هزینه که در سال برای شما در نظر گرفته شده است، ترافیک ماهانه مربوط به تبادل اطلاعات مانند ایمیل، طراحی وب، بازدیدکننده، دانلود، آپلود و سایر امکانات که مربوط به طراحی وبسایت، برنامه نویسی، پایگاه های داده و پشتیبانی از سرویس های دیگر هست در این بخش نمایش داده می شود. شما در تعرفه های هاستینگ بخشی به نام سفارش و پرداخت آنلاین در بالای جدول تعرفه ها و در پایین جدول تعرفه ها مشاهده می کنید. بر روی آیکونی که زیر سرویس مورد نظر شما هست کلیک کنید و وضعیت دامنه خود را مشخص کنید. میخواهم سازیم برای من دامنه جدیدی ثبت کنند. به معنای آن است که شما قصد خرید یک سرویس هاستینگ را دارید و میخواهید یک نام جدید برای هاستینگ خود انتخاب کنید و یا شما به تازگی قصد راه اندازی سایت خود دارید. نامی که شما انتخاب میکنید پس از پرداخت صورت حساب به ثبت می‌رسد. مایلم دامنه خود را به سازی منتقل کنم. این با معناست که دامنه شما قبلا در یک شرکت هاستینگ دیگر به ثبت رسیده و هم‌اکنون فعال است و شما می‌خواهید این دامنه را به سازی منتقل کنید. نیم سرورهای شرکت را بر روی دامنه هم تنظیم می‌کنم با آن معناست که دامنه شما در یک شرکت دیگر به ثبت رسیده یا دامنه شما قبلا در سازیم به ثبت رسیده و شما همکنون فقط قصد خرید هاستینگ برای آن دامنه را دارید و خودتان وارد کنترل پنل دامنه شده و تنظیمات مورد نیاز برای اتصال دامنه به هاستینگ را انجام خواهید داد. برای توضیح کامل روند خرید هاستینگ، ما میخواهم سازیم برای من دامنه ثبت کند را انتخاب میکنیم. پسوند دامنه انتخاب می شود و در نهایت برای ادامه خرید بر روی ادامه کلیک می کنید. به دلیل آنکه ما ثبت دامنه را انتخاب کردیم، پورتال سازیم دامنه های دیگر با پسوند های دیگری را نیز به ما پیشنهاد کرد. برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، ما دامنه .ir، .com، .net و .org را که از متداول ترین دامنه ها می باشد را انتخاب میکنید. دقت کنید دامنه های مانند co.im.biz به دلیل آن که به تازگی وارد بازار شده اند هم با نام های بسیار زیبا این امکان را به شما می دهد که ثبت سایت خود را با نام کوتاه انجام دهد. پسوندهای متداول انتخاب، زمان
ثبت هر دامنه را انتخاب و برای ادامه بر روی دکمه ادامه کلیک میکنیم. خب ما سرویس 200 مگ ویندوز را انتخاب نمودیم. همکنون در این بخش میتوانیم برای مقایسه امکانات کلیک کنیم، فیلم آموزشی را ببینیم و مدت زمان سرویس لینوکس را انتخاب کنیم. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال و 5 سال هر کدام تخفیف های خود را برای سرویس هاستینگ دارد. دکمه افزودن به سبد خرید و در نهایت سرویس قبل از مشاهده سبد خرید را مشاهده میکنید که در این بخش شما میتوانید برای سازینگو.net که دارای فضا هست تغییراتی انجام داده یا برای سایر دومین هایی که انتخاب میکنید سرویس هاستینگ خریداری کنید. بعضی از مشترکین تمایل به پارک دومین یا فوروارد دومین چند دومین بر روی سایت اصلی خود را دارند. اگر چنین تمایلی دارید نیازی به تغییر یا خرید هاستینگ برای سایر سرویس ها ندارید، ولی اگر میخواهید ایمیل های متفاوت با پسوند های متفاوت داشته باشید، به طور مثال مکاتبات داخل ایران را با دومین .ir و مکاتبات خارج از کشور را با دومین .com انجام دهید، میبایست چندین هاستینگ برای چند پسوند خود انتخاب کنید. دامنه .ir همونطور که در آموزش ثبت .ir به شما گفته شد دارای یک شناسه در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مرکز ثبت دامنه میباشد. چنانچه شناسه ای را از قبل به ثبت رسانده اید در این بخش وارد میکنید. در غیر این صورت همکنون یک شناسه را به ثبت رسانده و بلافاصله پس از ثبت آن شناسه خود را در این بخش وارد میکنید. شما میتوانید اگر فرصت لازم برای ثبت شناسه را ندارید وارد خدمات دامنه شده و شناسه سازین را به عنوان شناسه صاحب امتیاز کپی نموده و در این بخش وارد کنید. به روز رسانی سبد خرید کلیک می شود و سبد خرید مشاهده می شود. اگر همانند سایر سرویس ها سرویس شما دارای تخفیف می باشد، از بخش پیشنهادهای تشویقی کلیه تخفیف های جاری را مشاهده، بله 50% تخفیف برای ثبت آنلاین و خرید هاستینگ، تخفیف را مشاهده در صورتی که خرید شما شرایط لازم را دارد کد تخفیف در باکس مربوط به تخفیف وارد بر روی دکمه اعمال خودکار تخفیف کلیک میکنید و مشاهده خواهید کرد که مبلغ 371,000 تومان خرید شما به 134,700 تومان تغییر یافت. اگر قصد حذف این سفارش را دارید، برای دکمه حذف افزودن سفارش های دیگر مانند نرم افزار SMS، طراحی وبسایت، بانک های شماره موبایل، سایر محصولات نرم افزار سخت افزاری سازین و در انتها اگر قصد هیچ خریدی یا ندارید برای صدور فاکتور کلیک میکنید. مشخصات حساب کاربری خود را در این بخش مشاهده می کنید یا با کلیک بر روی گزینه ثبت نام مشخصات خود را به انگلیسی کوتاه و بدون کاراکتر یا فاصله مابین وارد می کنید تا همکنون در پورتال سازین ثبت نام شده و صورت حساب شما در حساب کاربری خودتان صادر شود. با ورود به این حساب کاربری بعدها می توانید دامنه، دومین ها، سرویس ها، محصولات، سرویس هاستینگ خود را مدیریت کنید. اگر این سرویس را برای دوست دیگری به ثبت می رسانید، می توانید بر روی استفاده از تماس پیش‌فرض کلیک نموده یا افزودن پروفایل جدید، یعنی همین الان یک زیر پنل برای خود بسازید یا یکی از پروفایل هایی که قبلا ساخته اید را در این بخش انتخاب نمایید. روش پرداخت خود را انتخاب کنید. پرداخت آنلاین با هر درگاهی توسط کلیه بانک ها انجام می شود. فرقی نمی کند چه درگاهی را انتخاب کنید.
پرداخت حواله یا پیش بانکی هم همان پرداخت سنتی حساب می شود. توضیحات خود را در مورد خرید در باکس مربوطه نوشته و پس از انتخاب قوانین و تایید آن بر روی تکمیل سفارش کلیک کنید. در حین خرید اگر سوالی دارید می توانید در لحظه با کلیک بر روی آیکون چت آنلاین پرسش خود را با واحد پشتیبانی یا فروش مطرح کنید و یا از سیستم تیکتینگ برای زدن پرسش های مهم استفاده کنید. نهایت زمان پاسخ و بررسی در سیستم تیکتینگ برای سازیم از 1 ساعت تا 24 ساعت برای پرسش های خرید می باشد. فاکتور شما صادر شد، وضعیت آن پرداخت نشدنی باشد. با انتخاب روش پرداخت، اگر شما پرداخت به اینترنتی انجام دهید، در لحظه فاکتور شما پرداخت و بلافاصله سیستم سفارشات شما را ثبت، هاست شما را ایجاد کند، مشخصات آن را هم برای شما ایمیل می کند و هم برای شما در حساب کاربریتان محفوظ می دارد. اگر هم از طریق حواله یا فیش بانکی پرداخت بکنید، می بایست تا زمان شروع ساعت اداری صبر کنید و در ساعت اداری کلیه فاکتورهایی که با فیش واریزی پرداخت شده اند از 1 ساعت تا 12 ساعت برای تایید توسط امور مالی زمان نیاز دارد. در انتها پس از پرداخت اینترنتی یا حواله وضعیت فاکتور شما پرداخت شده می شود. شما می توانید فاکتور را هنگام پرداخت نکنید و فاکتور خود را 1 یا 2 روز دیگر تا قبل از انقضای فاکتور خود پرداخت کنید. دقت کنید که اگر فاکتور شما از لحظه انقضایی که در فاکتور نوشته شده است پرداخت شود، سازیم حق دارد تخفیف شما را حذف کند. پس برای استفاده از تخفیف و مهمتر از آن برای ثبت نهایی سرویس خود، چرا که ممکن است دیگران دومنه یا هاستینگ شما را به ثبت برسانند و دیگر شما نتوانید این سرویس را خریداری کنید، بهتر است در لحظه که سفارش میدید سرویس خود را خریداری کنید. به هر ترتیب در صورتی که بعداً قصد پرداخت دارید، مجدداً وارد فاکتور حساب کاربری شده، وارد بخش فاکتورهای من شده، فهرست فاکتورهای پرداخت شده نشده خود را مشاهده کرده و بر روی مشاهده صورت حساب و پس از انتخاب شیوه پرداخت بری همینک پرداخت کنید، کلیک کنید. آموزش خرید سرویس هاستینگ پایان یافت. با تشکر از توجه شما، پورتال سازیم.